بچا بررسی کنیم سوالات مربوط به امتحان نهایی که در شهریور ما برگزار شده و سوالش ببینیم به چه صورتی هستن میگه در هر مورد از بین دو واژه داده شده واژه مناسب رو انتخاب کنید و در پاسخنامه بنویسید واژه شیمیایی ماده مولکولی برای توصیف جای خالی به کار خب بچا میگم لفظ مولکولی رو استفاده میکنه باید دنبال ماده مولکولی بگردیم خب cl یک ماده مولکولی و اسای او سیلیس یک جامد کووالانسی به شمار میره بنابراین لفظ مولکول برای سیل دو استفاده میکنیم. در قسمت ب میگه آب اصل یک مخلوط جای خالی تشکیل میده خب آب اصل بچه ها در هم به باید حل میشن دیگه محلول ایجاد میکنن که یک مخلوط همگن به شمار میره و محلول ها توانه پخش نور را ندارند درست بنابراین پاسخ میشه همگن و به عبارتی ندارد انتخاب میشه این هم که از بالای خط خورد در قسمت پ میگه انرژی لازم برای تولید قوطی های آلمینیومی از بازیافت قوطی های کهنه جای خالی از انرژی لازم برای تهیه همون تعداد قوطی از فرنده حاله خب میگم بچه کمتر از انرژی لازم برای تهیه همون تعداد از فند حال هستش کتاب درسی گفته فقط به هفت درصد اون مقدار انرژی نیاز هستش بنابراین هم به این صورت برای زدودن رسوب تشکیل شده بر روی دیوار سماوه باید از یک پاکانه بچه خورنده به عبارتی استفاده بشه تا بتونه اونها رو به موادی محلول در آب یا حتی گازی تبدیلشون کنه که توانایی واکنش با آلاینده ها رو داشته باشد ببینید واکنش شیمیایی بده با اونها بنابراین بعد پاسخ میشه به صورت خورنده و به صورت داشته باشد سوال شماره دو میگه درستی یا نادرستی هر ایک از عبارت های زیر رو تعیین کرده در صورت نادرست بودن شکل درست اون رو بنویسید خب میگه گرافی تکلایی از گرافین نه آقا میگم آقا گرافن تکلایی از گرافیت هستش یه گونه شیمیایی دو بعدی به شمار میره پس میگم این گزینه به این صورت و اصلاح بشه بازه اکسایش گاز هیدروژن در سلول سوختی سه برابر بازه سوزاندن این گاز در موتور درون هست بله گفتیم که بازده سلول سوختی سه برابر تقریبا چی؟ بازده سوزاندن همون هاشتو در موتور درون سوز میگن بله صحیح هستش رنگ کاغذ پیهاش در محل باریوم اکسید آقا محل باریوم اکسید اکسید فلز اکسیدهای فلزی به هنگام حل شدن در آب هیدروکسیدشون رو تولید میکردن درست شد به این صورت پس محیط رو بازی میکردن یعنی تعمید بیاید بیای دو مثمت دو تا اوهاش منفی محیط رو چیکار میکنن بازی میکنن وقتی محیط بازی بشه رنگ کاغذ پهاش په در محیط بازی آبی رنگه زیرا این ماده باز آرنیوس به شمار میره بچه‌ها، اکسید فلزی که داده شده باز آرنیوس هستش بنابراین میگم این گزینه باید به این صورت تغییر کنه شماره سه میگه شکل زیر فرمول ساختاری نوعی پاککننده رو نشون میده خب اگر نگاه کنیم بچا پاکننده که داری پاکننده چی هست میبینید اس او منفی حلقه بنزین تو ساختار و حالا زنجیره دو کربنی یک پاکننده غیر صابونی رو نشون میده خب میگه این پاکوانه سابونیست یا غیر سابونی خب گفتم غیر سابونیه چرا؟ زیرا از بنزن و دیگر مواد اولیه در صنعت پتروشیمیایی تهیه میشوند همچین همچنین بچه ها توی پرانتز هم بنویسید دارای گروه اینو یادتون باشه SOC منفی هستش که قبلا بهش میگفتیم سولفونات اما نیازی نیستش که شما لفظ اینو بلد باشید لفظش سولفونات که نیاز نیست هم که بهش داره اس منفی هستش کافی هستش و ادامه توضیحاتی که دادم ها هر چقدر سوالتون کاملتر کنید نمرتون رو کاملتر دریافت کنید آیا این پاکننده در آب سخت خاصیت پاکنندگی خودش رو حفظ میکنه؟ میگم بله پاککننده غیر صابونی پس بله پاک کننده غیر صابونی با آب سخت که حاوی یونهای کلسیوم دو مثبت و منیزیوم دو مثبت می باشد تولید رسوب نمی کند درست شد؟ بنابراین پاکوانگی خود را حفظ می نماید میگه تعیین کنید کدام یکی از بخش های آ و یا بی آبگوریز آ آبگوریز برو سراغ زنجیره دو ها حلقه بنزن اینا که به مورتی هیدروکرمونتوری هستن اونا آب گریزن پس اگه نگاه کنه توی این قسمت که دو بخشش کرده بخش A و بخش B میگم بخشی که نگاه هیدروکربن هیدروکربونتوری هستش بخش ناقوتی رو میسازه اینجا میشه آب گریزش بنابراین میگم بخش B اینجا اضافه کنم بخش B چرا؟ چون بخش ناقطبی رو در مولکول تشکیل میدهد ناقطبی هستش بنابراین آبگوریز میباشد این هم به این صورت سوال شماره چهار میگه اگر در محلول پنج هزارم مولار استیک اسید سی های سکو قلزت یون هیدرونیوم برابر سه زب در دلتا منفی چهار مول برلید باشه په هاش محلو محاسبه کنید خب بچه ها من میگم په هاش مصاحبی شما منفی لوگاریتم قلزده هاش مثبت خب اومده قلزده هاش مثبت رو به من داده برابر, برابر با چند یک ممیز کوشش اینا سه زب در دلتا منفی چهار خب میام ازش لوگاریتم میگیرم میگم آقا په هاش مصایبه منفی لگاریتمه 3 ضرب داره 10 به توان منفی 4 با منفیش کاری نداره بچه‌ها میشه لگاریتم 3 لوگ a در b میشه لوگ 3 به اضافه لوگ 10 به توان منفی 4 این میره پیش سه میشه منفی 4 تا لوگ 3 رو هم که خودش بهمون داده 4700 درست درسته آقا 4700 منهای 60 میشه 3 3.5300 درسته سه ممیزه 50 و 300 منفی میشه که بای منفی هم میشه مثبت معادله یونش استیک اسید اصیت رو بنویسید آقا با توجه به اینکه این اسید اصیت، جزء اسیدهای ضعیف به شمار میره میگم به این صورت تعادلی هستش پس در قسمت بعدی سی های سه کوی که داریم به صورت سی های سه سی او او منفی به اضافه هاش مثبت در میاد یعنی به صورت تعادلی میشه درصد یونش این اسید رو حتی از ما به عبارتی خواسته خب آقا میگم برای تعیین درصد یونش درصد آلفا برابر میشه با قلزت هاش مثبت به قلزت اسید اولیه هم زب داره چون درصد میخواد برابری میشه قلزت یون هیدرونیوم سه ضرب در ده به توان منفی چاره هاش مثبتم. اونم که داده پنج ضرب در درت به منفی سه پس این هم پنج در ده به توان منفی سه ضرب در صد ساده رو که پیش برم در منفی چار در منفی سه میشه ده به توان منفی یک توی صد که ضرب بشه میشه ده بنابراین میشه ده هم با این ساده کنم با پنج میشه دو دو سه تا میشه شیش برابر این درصد یونش مربوطه به این اسید هم میشه شیش درصد سوال شماره پنج میگه با توجه به نقشه های پتانسیل الکترواستاتیکی زیر به پرسش ها پاسخ بدید گشت آور دو کدام ملکول ها را میتوان برابر با صفر در نظر گرفت بچه ها وقتی میگه گشت آور دو چون برابر با صفر باشه یعنی ناقصی باشم خب ناقصی باشه بچه ها یعنی چی؟ یعنی توضیح بار الکتریکی اطراف اتم مرکزی به صورت متقارن باشد خب اگر نگاه کنیم بچه ها الان اتم مرکزی اینی باشه اطراف این به صورت متقارن قرار نگرفته پس میگم این قطبیه الان نگاه کنید اطراف این سرخ 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 اتم های جانبی که دارم اطراف اتم مرکزی به صورت متراکم به عبارتی یا متقارن توضیح شدن پس این میشه ناقطبی الان نگاه کنید بچه خیلی راحت به صورت متقارن بالرکی که توضیح شده آبی سرخ سرخ آبی قشنگ تقارن داره پس میشه ناقطبی برابر کدوم ناقطبی هستن میگم دو و سه در نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی رنگ آبی نشون دهنده چیست نشون دهنده اینه که تراکم بار الکتریکی کمتر است وقتی با رنگ آبی داریم رنگ سرخ نشون دهنده تراکم بار الکتریکی زیاده کدام شکل می تواند نشان دهنده مولکول اس خب بچه خیلی ساده است نگاه کن S یت مرکزی سه تا به جانبی داره الان اگر این مرکزی باشه خب جانبیش دو تا هستن پس این نیست اگر این اس باشه میبینید الان جانبی های شما سه تاست و اکسیژن هم هستن پس میگم اینه ولی نگاه اصلا اس 3 سه حسابش کن اس اگر یکی باشه نگاه این دو تا شبیه هم دیگه داره نمیتونه درست پس اصلا این صورت در نمیاد برابری میگم کدوم هسته میگم دو خیلی ساده مشخصی که آقا اس او یعنی سه تا یکی رو داشته باشیم یه سه تا اوکتو یعنی سه تا جانبی با یکی باشه الان اصلا اینجا جور در نمیاد یکی باشه ولی خیلی راحت ببینید اینا جانبی هستن، یکی هم هستن مرکزش هم که اسم. برای میگم شماره دو میشه اس او سه اگر دقت داشته باشید بچه این رو هم دارید و دقت کنید این اس سی او در کتاب درسیتون و اینم سی دو هاش میشه اتین اینکه که اس او شد و اینم سی او کربونیل سولفید نام به ذهنتون داشته باشید که تو کتاب درسیتون هستش سوال شماره شیش میگه شکل رو به رو آبکاری یک قاشق فولادی رو با فلز مس نشان میدهد خب آبکاری یک قاشق با فلز مس میخواد آبکاریش کنه قاشق نقش کدام تو داده بچه در آبکاری که داریم میگم اونی که بخواد آبکاری بشه مثل قاشق باید در کاتود قرار بگیره و اونی که توسط اون آبکاری انجام میشود باید در آنود قرار بگیره الان قاشقی که داریم گفته در کجا قرار میگیره میگم به عنوان نقش کاتود رو داره ببینید در این فرایند از محلول کدام نمک مس دو سولفات یا نقر نیترات به عنوان ایتود استفاده بچه چون آبکاری توسط این گونمون که چی هستش مس هستش داره انجام میشه محلول ایتود باید حاوی کاتیون های مس باشه پس میگم از کدوم یکی از این نمک ها استفاده میشه نمک مثل دو سولفات حاوی به عبارتی کاتیون های سی دو مثبته بنابراین میگم مس دو سولفات دلیلش این استش که باید در محلول کاتیون های سه یو دوباره مثبت وجود داشته باشند تا بر اثر کاهش یافتن به صورت مس درآمد و یک لایه بر روی قاشق ایجاد کند بنابراین تعریفش هم میشه به این صورت که کاتیون های سری دو مثبت میان دلیتون ها رو میگیرن به صورت یک لایه روی این به صورت سه یو در میان در قسمت پ میگه تیغه مسی به کدام قطب باتری متصله خب بچه ها نگاه کنید تیغه مسی اینجاست دیگه چون توسط مس میخواید قاش رو آبکاری کنید پتیقه مسی باید در آنود باشه چون سلولی که استفاده میکنید از نوع الکترولیتی هستش میگم کاتود اینجا به قطب منفی باتری و آنود به قطب مثبت باتری وصل میشه بنابراین تیقه مسی شما به قطب مثبت باتری متصل میشه پس پاسخ این هم میشود قطب مثبت باتری به این صورت سوال شماره هفت میگه دلیل هر ایک از عبارت های زیر را بنویسید چگالی الماس بیشتر از چگالی گرافیت هستش خب بچه اگر دقیق داشته باشید زمانی که تعریف چگالی رو میدونه میگه میشه جرم به روی هش اگر جرم و یکسان بگیرم میگم در جرم یکسان اتم های کربن در الماس به یکدیگر نزدیک تر بوده توی پرانتز متراکم تر می باشند در نتیجه دارای چگالی بیشتری هستش توی پرانتز ام یکسان وی بچه ها چی میشه حجم کمتر در نتیجه میگم که چگالی من بیشتر میشه زمانی که شما جرمو ثابت فرض کنی حجم کمتر بشه چگالی بیشتر میشه در ادامش لایه های گرافیت از یک دیگر دورتر بوده بنابراین حجم بیشتری را اشغال خواهند کرد در نتیجه چگالیه کمتری خواهند داشت نگاه کنید ام یکسان میگم اینجا حجمم بیشتره در نتیجه چگالیم کمتره سلسیوم کربی در سایسی در تهیه سنباده به کار میره میگم بله چرا؟ چون جامدی کومالانسیس بنابراین ماده سخت و ساینده ای ارزان قیمت است ارزان قیمت است در یک سامانه تعادلی مقدار مواد واکنش و فرآورده در سامانه ثابت میمانند بله چرا زیرا واکنش های رفت و برگشت به طور پیوسته با سرعت برابری انجام می شوند اینا به این صورت به جای رها کردن یا دفن کردن این بچا متن کتاب درسی اون اهمیت بالایی داره پس نباید بیخیال خیال متن کتاب درسی بشید و هر بار ببینید که چند تا از موضوعات و سوالاتی که داریم بررسی میکنیم تو هر آزمون تکرار شده پس بررسی همین سوالات آزمون ها میتونه به عبارتی یک کمک خیلی خوبی در نمره شما داشته باشه خب در ادامه میگه به جای رها کردن یا دفن کردن پسماندهای الکترونیکی باید اونها رو بازیافت کرد خب میگم بله چرا؟ چون پس مانده های الکتریکی الکتریکی داره مواد شیمیایی بسیار مذری هستن بچه ها دارای مواد شیمیایی بسیار مذری می که برای محیط زیست خطرناک هست این یه دلیلشه دلیل دومش اینه که بچه شامل مواد و فلزهای گرانبها ها هستن فلزهای گران قیمت هستن که بازیافت اونها به عبارتی باعث سوداوری هم می شود پس این دو تا دلیل باید بلد باشی سوال شماره هشت میگه اگر در دیویس میلی لیتر از یک محلول در دمای اتاق چه پنج مل سودیوم هیدروکسید داره قلزت هر از یونهای هیدروکسید اوهاش منفی و هیدرونیوم های سوی مثبت رو گفته به دست بیارید خب بچه اگر نگاه کنید اومده مل کاوهاش رو داده اونی که ریخته داخل این وقتی کاوهاش رو بریزه داخل این دقت کن کاهاش کاملا تفکیک میشه کای مثبت اوهاش منفی خب بچه اگر که شما 500 مول از این داشته باشید چون کاملا داره تفکیک میشه میگم که کای مثبت مولش مساوی با مول اوهاش منفی میشه و اونم میشه معادله با 500 کاملا این چی میشه جدا میشن بنابراین این همون مقدار 500 و اینم همون 500 به من گفته غلظت یون هیدروکسید آقا غلظت او هاش منفی برابر میشه با چی میشه مول او هاش منفی به روی به عبارت حجمش با توجه می که مول رو دارم 500 حجمم به من داده 200 میلی لیتر معادله با چند هستش میشه 200 ضرب در 10 به توان منفی 3 لیتر درست شد پس اینجا هم خاصی بنویس هر چقدر گفتن اینا رو که میگی بنویسی نمرت رو کاملتر میگی میلی لیتر مساوی شه با ضربش انجام بدی میشه دو دهم لیتر پس اینا میذارم دو دهم ساده سادی که انجام بدم ضرب در ده به توان منفی دو میشه این هم دو ضرب در ده تا منفی یک میشه اینا رو که ساده کنم یه ده منفی یک دارم پنج دوم میشه دو نیم ضرب در ده تا منفی یک میشه 20. 25 صدم برای من قلزت او هاش منفی میشه 25 صدم مول بر در ادامه قلزت ایدرولیوم خواسته خب بچه ها داشته باشید حاصل ضرب هاش مثبت در اوهاش منفی میشه ده به توان منفی 14. اگر که نگاه کنید الان اوهاش منفی رو دارم بیس صدم قلزت من منفی رو دارم 25 صدم اگر جای گذاری کنم میشه هاش مثبت در 25 صدم مساوی میشه با 10 به توان منفی 14 درست شو؟ خب بچه خیلی راحت 25 صدم اگه بره زیر این قرار بگیره او هاش, هاش مثبت برابر میشه با 10 به توان منفی 14 اگر این بیاد زیر این یک بروی 25 میشه چهار میشه چهار زب در ده به توان منفی چهارده مول برلیت قلزت هاش مثبت درست بله بله این هم به راحتی به دست اومد اوکی خب این هم به عبارت اینجا برش دارم یه مقدار بچه ها تو تایپش ایراده این هم که اصلا این شکل مال این شکل مال سوال بعدی هستش سوال شماره نه میگه با تجربه شکل مقابل که برکافته آب رو نشون میده به پرسش پاسخ بدید اولش گفته تعیین کنید این فرایند در چه نوع سلولی گالوانی یا الکترولیتی انجام می شود بچا برق کافت خودش از جریان برق داره استفاده کنه پس میگم از نوع الکترولیتیه چرا چون میگم برای انجام واکنش از باتری استفاده می شود توی پرانتز این واکنش به طور طبیعی انجام نمی شود درست شد شکلش هم گفتم همین قبلیه بوده اینا این شکلشه این شکل ماله به بازی سوال بعد هستش میگه با نماد الکترون در هر نیم زیر مشخص کنید کدام نیم آنودی و کدام کاتودیه موازه نیم لازم نیست خب بچه ما در بحث نیم اکسایش های که گفتیم که هم باید موازنه بار داشته باشیم هم موازنه به اتم اگر نگاه کنید من این سمت هیچ باری ندارم اما این سمت بار مثبت رو دارم پس میام الکترون که بار منفی هستش رو کنارش قرار میدم تا بارها رو خونسا کنه و این سمت بارم بشه صفر مثل این بر پس الکترون باید این سمت بشینه اینجا بار من اینجا هیچی نیستش اما اینجا بار منفی دارم پس من که الکترون با بار منفی دارم و اگر این قرار بدم که میشه منفی و منفی کلا این بار منفی زیاد میشه پس من الکترون رو این میذارم که بتونم وقتی منفی این ور دارم این منفی داشته باشم و دو طرف موازنه بار هم برقرار بشه بنابراین میگم توی اولیه باید در سمت راست و توی دومیه و در سمت چپ قرار بگیره الکترون حالا کدومشون نیم واقعش آنودیه حواست باشه در این واکنش آرادی عملیت اکسایش و در بخش کاتودی عملیت کاهش رخ میده در اکسایش الکترون تولید میشود پس این میشه نیم واکنش اکسایش یا همون آنودی ما بخش آنودی ما و در این واکنش کاهش الکترون مصرف میشه سمت واکنش است پس اینجا که سمت واکنش دهنده است میگم نیم کاهش بخش کاتودی هستش درست شد پس به این صورت بخش آنودی بخش کاتودی رو به دست آوردیم